برای بررسی بیشتر سفر آقای پنس به اسرائیل با همکارم مایکل لیپین گفتگو میکنم که در اورشلیم حضور داره. مایکل، اهمیت بازدید مایک پنس از موزه یاد واشم چیه؟ با تشکر و سلام مجدد از اورشلیم بارانی، یاد واشم در واقع مرکز بین المللی یادبود هولوکاست هستش. معمولا اکثر مقامات خارجی وقتی به اورشلیمیان از این بنا دیدار میکنن، آقای پنس با آقای نتانیاهو آمدن به اینجا و این بنا یادبودی است به 6 میلیون یهودی که در جنگ جهانی دوم توسط آلمان نازی کشته شدند. آقای پنس مشعل رو به یادبود روشن کرد. پرزیدنت ترامپ سال گذشته در یک دیدار خصوصی از دیوار ندبه بازدید کرد و آقای پنس هم درست در سالگرد همون روز این کار رو انجام داد. نکته قابل توجه در مورد این بازدید چیه؟ بله، آقای پنس به دیوار ندبه هم رفتن و الان به عبری به اون میگن کتل. آقای پنس حدود 15 دقیقه اونجا بود و درست مانند پرزیدنت ترامپ سال گذشته، آقای پنس به دیوار نزدیک شد. این بخشی از معبدی است که از دوران گذشته از معبد یهودیان باقی مانده. آقای پنس نامه خودش و دعای خودش رو بین سنگ‌های دیوار گذاشت، دستش رو گذاشت روی سنگ و اونجا آقای پنس به همراهی یکی از خاخام‌ها اونجا بود، اما مقام رسمی دولتی اونجا نبود. آقای پنس زمانی که دیروز در پارلمان گفتش که اورشلیم پایتخت اورشلیم هست، نگفتش که آیا این بخش از اورشلیم محسوب می شود. الان می دونیم که فلسطینی ها بخشی از این اورشلیم رو برای کشور آینده خودشون می خوان. اون چه برای من جالب بود این که آقای پنس وقتی که از دیوار فاصله گرفت و به اطراف خودش نگاه کرد، به نظر می رسید که اون شرایط رو کاملا داره جذب می کنه. به عنوان سوال آخر مایکل، به اون بگو که برآورد کلی از سفر مایک پنس به اسرائیل چطور بوده؟ بستگی داره که از چه کسی بپرسی. مقامات اسرائیلی دیدگاه مثبتی داشتن. امروز آقای پنس روزش رو با دیدار با رئیس جمهوری اسرائیل شروع کرد. رئیس جمهوری اسرائیل از ایشون برای سخنرانی دیروزش در پارلمان تشکر کرد. آقای پنس دیروز گفتش که سفارت آمریکا در اسرائیل زودتر از آن چیزی که قبلا تصور می‌کردند به از تل آویو به اورشلیم منتقل خواهد شد. بسیاری از اسرائیلی‌ها گفتند که این شاید بهترین سخنرانی بود که از یک مقام خارجی شنیدند. اما البته فلسطینی‌ها خوشحال نبودند. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی حاضر نشد که با آقای پنس ملاقات بکنه و در واقع در کرانه باختری خواستار یک اعتراض و اعتصاب سراسری شد و حالا معلوم نیست که آیا هنوز کمالان آمریکا رو به عنوان یک میانجیگری برای مذاکرات صلح کماکان قبول داره یا خیر.